کردن طوفان ها. همانطور که طوفان شروع به شکل گیری می کند، وضعیت آن از یک باد استوایی به یک طوفان تغییر می کند. چرخش آن شتاب می گیرد. گرداب یک برج دایره‌ای از ابرهای باردار ایجاد می کند که به آن دیوار چشم طوفان می گویند. در داخل این دیوار است که دانشمندان ممکن است عوامل اصلی سازنده طوفان‌هایی را که تبدیل به هیولاهایی مانند گوستاف می شوند پیدا کنند. این اکتشاف فقط توسط یک ماهواره ناسا امکان پذیر شد. این ماهواره به ما کمک کرده تا در رابطه با طوفان‌ها بیشتر یاد بگیریم و به ما این امکان رو داده که به صورت مستمر طوفان‌ها را از لحظه‌ای که شکل می‌گیرند مانیتور کنیم. اسکات براون از مرکز تحقیقاتی هواشناسی ناسا از ماهواره‌ها برای زیر نظر گرفتن گسترش طوفان‌ها استفاده می‌کند. یکی از اصلی‌ترین مسئولیت‌های ماهواره تریم در مطالعه طوفان‌ها اندازه‌گیری میزان باران‌های استوایی است. تریم تنها ماهواره‌ای در فضاست که مجهز به راداری جهت اندازه‌گیری میزان بارندگی است. با چرخش در مداری با ارتفاع 410 کیلومتری دور زمین، این ماهواره روزانه 16 بار به دور منطقه استوا می‌چرخد و گزارش میزان بارندگی را در تمام کمربند طوفان‌خیز اندازه‌گیری می‌کند. تجهیزات ماهواره‌ای می‌تواند به داخل طوفان نگاه کرده و به دانشمندان این امکان را بدهد تا باران و ساختار طوفان را ببینند. وقتی آنها بادهایی را که تبدیل به طوفان شدند با آنهایی که نشدند مقایسه می کنند، چیزی را کشف می کنند. این ابرهای چشمه‌ای که 17 کیلومتر ارتفاع دارند فقط در طوفانهایی که تبدیل به طوفانهای بزرگ شده اند دیده می شود. به آنها نام برج‌های داغ داده شده. اینها ابرهای معمول چشمه‌ای نیستند. آنها ممکن است باعث تبدیل شدن یک طوفان استوایی به یک طوفان بزرگ شوند. اگر بخواهم این ابرها را به موتور یک اتومبیل شبیه کنم، موتور همان طوفان است. در موتور ماشین ما سیلندرها را داریم و سیلندرها جایی هستند که کار در داخل موتور انجام می شود. ما سوخت را می گیریم و به صورت فشرده در آورده و انرژی حرارتی در داخل این موتور را آزاد می کنیم. در طوفان هر سیلندر جداگانه یکی از این ابرهای عظیم است. سوخت در داخل این موتور حرارتی است. بخار آب گرم که از دریاهای استوایی برمیخیزد به صورت ابرهای تندری فشرده میشوند. ابرهای تندری بزرگ. وقتی یکی از این ابرهای عظیم به طور ناگهانی خارج میشود، چنان انفجار بزرگی از انرژی حرارتی در مرکز طوفان ایجاد میکند که مانند این است که روی پدال گاز فشار بیاورید و باعث خاموش شدن موتور شوید. انرژی حرارتی از طریق برج‌های حرارتی به بالای طوفان پمپاژ می‌شود، در حالی که میزانی از آن توسط گرداب برگردانده شده و باعث گرم شدن مرکز طوفان می‌شود و مجدداً باعث تقویت جریان فشار پایین می‌گردد. این باعث مکش بیشتری از هوا می‌شود و این چرخه را مجدداً به کار می‌اندازد. وقتی تمام اجزا آماده شدند، شما یک موتور حرارتی دارید و یک حلقه بازخوردی مثبت در لایه اتمسفر ایجاد می‌شود که خودش را تقویت می‌کند و شما یک طوفان خواهید داشت. این روند طوفان گوستاف را در هفته آخر اوت 2008 تغذیه می‌کرد. در اول سپتامبر طوفان سواحل لوئیزیانا را در هم کوبید. 80 کیلومتر جنوب نیو اورلان با باران کوبنده و سرعت بادی برابر با 160 کیلومتر در ساعت باعث کشته شدن 94 تن و میلیاردها دلار خسارت مالی گردید. سال 2008 به عنوان یکی از بدترین فصل‌های طوفان‌خیز ثبت شده است. طوفان‌ها سواحل کشورهای مختلف را نیز در سراسر جهان در هم کوبیدند. آسیا، شبه قاره هند، استرالیا و اندونزی همه توسط طوفان‌های خسارتبار مورد اصابت قرار گرفتند. در اقیانوس اطلس 5 طوفان بزرگ در عرض چند ماه جان 165 تن را گرفت و مناطق بیشماری را ویران کرد. اما چطور یک طوفان می‌تواند این میزان خسارت وارد کند؟ چه چیزی دقیقاً باعث می‌شود که باد دیوار یک خانه را از جا بکند؟ ما نمی‌توانیم صبر کنیم تا طوفان بعد اتفاق بیفتد. در نتیجه ما یک شبیه‌ساز طوفان را ساختیم تا این شرایط را برای ما ایجاد کند.
اسم این مدوساست، بزرگترین ماشین قابل حمل طوفانساز در جهان که توسط دانشگاه فلوریدا ساخته شده است. شما دارید به 4 موتور دیزل با قدرت 700 اسب بخار نگاه می‌کنید که سرهم شدند. این موتورها در دهه 80 ساخته شدند. در آن زمان تغییراتی در آنها داده شد تا قدرت زیادی را تولید کنند. به همین دلیل هم میزان زیادی آب برای خنک کردن آنها نیاز است. به همین دلیل ما آنها را در واقع در یک تانکر آب قرار دادیم که به عنوان رادیاتور برای خنک کردن کل سیستم عمل می‌کند. این موتور هوا و آب را از طریق 8 هواکش عظیم که معمولاً برای پمپاژ کردن هوا در داخل معادن از آنها استفاده می شود به خارج می فرستد. هوا در داخل این هواکش های ویژه مکش شده و باعث تولید میزان زیادی هوای چرخشی می شود. در قدرت حد اکثر این هواکش ها می توانند تقریباً 30,000 متر مکعب هوا و آب را از میان پره های خود پمپاژ کنند. بنابراین ما تقریباً بادی با سرعت 125 مایل در ساعت را تولید می‌کنیم. وقتی ما به خط قرمز می‌رسیم، تقریباً شرایط یک طوفان درجه 3 را ایجاد کرده. حتی در حد اکثر سرعت، این هواکش‌ها فقط می‌توانند شرایط یک طوفان درجه 3 را شبیه سازی کنند. یک طوفان درجه 5 بادهایی را ایجاد می‌کند که 3 برابر مخرب‌تر از این میزان است. با وجود پیشرفت در سازندگی منازل، خسارت ناشی از طوفان‌ها در حال افزایش است. ما ساختمان‌هایی را دیده‌ایم که در مقابل طوفان‌ها خوب عمل نکردند و این نگرانی عمده برای مهندسان است. هرچند که پنجره هایی که برای این آزمایش تعبیه شده اند سالم می مانند، ولی بادهای قوی برای خودشان راه هایی را پیدا می کنند تا به داخل ساختمان نفوذ کنند. میزان زیادی آب از طریق کناری پنجره، نقاط عایق بندی و بخشی از جدار دیوارها وارد اتاق شده است. همینطور می بینیم که از بالا نیز آب به داخل نفوذ کرده است. وقتی آب به داخل نفوذ کند، تمام دیوارها و اشیاء با ارزش آسیب خواهند دید. یک طوفان بزرگ می تواند اشیاء مخروبه مانند یک سقف کامل را با سرعت زیاد با خود جابجا کرده و آسیب هایی را وارد کند که جلوگیری از آنها تقریبا غیر ممکن است. اکثر مردم وقتی صحبت از خسارات های ناشی از طوفان را می شنوند، طوفان آندرو را بیاد می آورند. خسارات فوق العاده ای را به ساختمان ها وارد کرد و باعث ویران شدن کامل بسیاری از ساختمان ها شد. البته با ساختن ساختمان های مدرن امروزه ما این تصاویر را نمی‌بینیم، اما با این وجود در بادهایی با شدت متوسط برخی بام‌های سفالی آسیب می‌بینند و در بادهای قوی برج‌ها دچار مشکل می‌شوند. اگر ساختمان طوری ساخته نشده باشد که بتواند این نوع بادها را تحمل کند، یک قطعه سفال سخت می‌تواند منجر به ویرانی کل یک بنا شود. حتی خانه‌های تقویت شده می‌توانند در برابر طوفان‌ها آسیب پذیر باشند. این یک ترکیه استاندارد پنجره است که مورد استفاده بسیار متداولی دارد. ما در اینجا می‌خواهیم نشان بدهیم که وقتی یک روکش سقف جدا می‌شود چه اتفاقی می‌افتد. در این وضعیت خاص ما می‌خواهیم تأثیر ضربی سفال را ببینیم. نگرانی در اینجاست که وقتی سفال به کرکره می‌خورد، ما نمی‌خواهیم که منحرف بشود. Just never really expected that water would come up into a lot of these areas. I mean, we've just never had it before in our lifetime. Really, really bad here, folks. Just how does nature engineer such a problem? اما طبیعت دقیقاً چطور چنین موج‌هایی را ایجاد می‌کند؟ چه چیز باعث می‌شود که دریا بالا آمده و همه چیز را در مسیر خود در سیلاب فرو برد؟ یک سیستم فشار پایین در چشم طوفان چنان نیروی عظیمی را به سمت بالا اعمال می کند که حتی سطح آب اقیانوس با عبور چشم طوفان کمی بالا می آید. اما مهمتر بادی است که در اطراف این چشم دوران می کند و آب دریا را به صورت امواجی در می آورد که روی هم انباشته می شود. موج‌های طوفان فقط کشش بادهایی است که برای ساعت‌ها و بعضاً روزها از روی آب عبور می‌کنند و آب‌ها را مانند دو گرد ماهی بزرگ روی هم انباشته می‌کنند. این گرد ماهی‌ها در زیر چشم طوفان، جایی که بادهای قوی هستند، می‌چرخد و این جایی است که سطح آب در ماکسیمم ارتفاعش خواهد بود.
همانطور که این امواج به یک ساحل کم عمق مانند سواحل گالستون نزدیک می شوند، این گرد ماهی مرتفع تر می شود و وقتی با موانعی برخورد می کند شکسته و بعضاً کیلومترها به این ترتیب پیش می رود و زمین را با آب دریا می پوشاند. طوفان آیکس وینگ از نوع طوفان درجه دو بود، ولی ابعاد بزرگ آن باعث شد تا امواجی به ارتفاع 6 متر کار پوشاندن این جزیره را با تأثیرات ویران کننده کامل کند. همانطور که می‌بینید، اینها بخشی از چوب‌هایی است که امواج طوفان در اینجا جمع کرده‌اند و همه چیز را در مسیر خود حرکت دادند. این آبی است که در جریان طوفان به داخل خانه‌ها نفوذ کرده و در واقع اساس خانه را بلند می‌کند و وقتی این آب عقب نشینی می‌کند، اساس خانه را در داخل منازل به دیوارهای داخلی می‌کوبد و باعث خرابی ساختمان می‌شود. در سراسر گالستون وسایل معمولی خانگی تبدیل به زباله شده و تقریباً 5000 نفر بی خانمان شده. طوفان آیک ممکن است که باعث ویرانی این جزیره شده باشد، اما در جریان این عمل خود را نیز نابود کرد. فقط چند ساعت پس از برخورد به زمین دیگر هیچ اثری از طوفان آیک نبود. این سیستم طوفانی ضعیف شده و در نهایت از آمریکا به صورت باران به سمت کانادا رفت. مانند هر نوع ماشین دیگر، وقتی سوخت طوفان تمام می شود شروع به قطره قطره شدن کرده و در نهایت متوقف می شود. عمل نهایی یک طوفان محو شدن است. چیزی که موتور طوفان را از حرکت باز می دارد این است که از آب گرم دریا فاصله می گیرد. وقتی منبع بخار آب را می گیرید، مانند این است که شما مخزن سوخت را از طوفان گرفته اید و در نتیجه موتور شروع به چرخش آرام تر کرده و در نهایت متوقف می شود. با هر طوفان جدید دانشمندان بهتر می فهمند که چطور این طوفان ها شکل می گیرند و عمل می کنند. اما طوفان ها به طور نزدیکی به وضعیت آب و هوای اتمسفر بستگی دارند. اگر این شرایط تغییر کند، بدان معناست که نیروهایی که باعث درست شدن طوفان می شوند نیز در حال تغییر هستند. طوفان آیک فقط یکی از 5 طوفان بزرگ در عرض چند ماه بود، چیزی که برای اولین بار اتفاق می افتاد. در واقع سال 2008 دهمین سال در 14 سال گذشته بود که تعداد طوفان‌ها از حد متوسط بیشتر بودند. آیا این یک پیشنما از آینده ماست؟ من شکی ندارم که طوفان‌های سهمگین‌تری خواهیم داشت و شدت طوفان‌ها افزایش خواهد یافت. سوال اصلی اینجاست که آیا این افزایش 5% خواهد بود یا 10% یا 15%؟ بنابراین ما انتظار نداریم که شدت طوفان‌ها کاهش پیدا کند، بلکه انتظار داریم که آنها افزایش یابند. ما فقط نیاز داریم که بدانیم این میزان چقدر خواهد بود. کریس لانسی از نشنال هوریکین سنتر دیسگریز. من فکر نمی کنم که تغییرات گرم شدن هوا که امروز در سراسر جهان شاهدان هستیم به این معناست که ما طوفان‌های بزرگتری خواهیم داشت. این تأثیرات بسیار کم است، شاید حتی قابل اندازه‌گیری نباشند. و اگر ما به تعداد طوفان‌ها و نوسانات آنها نگاه کنیم، در واقع آنها در حال پایین رفتن هستند، چون در آینده ما بادهای برشی بیشتری خواهیم داشت که طوفان‌ها را متلاشی می‌کنند.